خدا وقت شما بخیر سلام دوستان عزیز و گرامی انشالله میخوام با آزمایشگاه شیمی مجازی خیلی چیزا رو یاد بگیریم امروز فقط میخوام به معرفی وسایل آزمایشگاهی که متاسفانه من خودم خیلی میبینم در حال حاضر بیشتر بچه ها به علت ندیدن آزمایشگاه اصلا شناختی از خیلی از وسایل آزمایشگاهی خیلی خیلی ساده ندارن بریم ببینیم که در آزمایشگاه شیمی باید ما چه وسایلی را بشناسیم و یاد بگیریم با همدیگه دونه دونه میریم جلو ببینم که چقدر ما بلد هستیم اول یه صفحه یاد داشت من اینجا ایجاد کنم بعد این وسایل آزمایشگاهی را بزنم و بیارم و شما ببینی و خوب یاد بگیری اولین چیزی که در وسایل آزمایشگاهی باید بلد باشی همان لوله آزمایش هست لوله آزمایش الان به نظر شما تو این شکل سراغ کدوم یکی خواهم رفت بله لوله آزمایش ما این هست لوله آزمایش میتونه به چه صورتی باشه خدمتت ارز کنم که همینطور که میبینی استوانه شکله ولی تهش بسته هست با استوانه مدرج اشتباه نگیریم همه لوله آزمایش را میشناسن حالا بد نیست من یه مقداری ماده هم مثلا بیام یه مایه ای را بریزم داخل لوله آزمایش شما بتونی بفهمی که من چی گفتم حالا بذار بریزم اینجا بله لوله آزمایش رو خودمون پر کردیم ولی حواسمون باشه که در پر کردن لوله آزمایش ما باید نهایتا همش تا سرریز پرش نمیکنن خب نباید تازه بیش از یک سوم ظرفیتش رو پر کرد حالا من زیاد پر کردم یعنی یک سوم ظرفیت خب بعد آن به, چه صورتی می سازن؟ این رو به صورت تهگت می سازن همانطور که اینجا می بینی. پس با لوله آزمایش آشنا شدیم برای نگهداری خب گرم کردن درسته؟ و محلول ها و مایعات چی می شود؟ محلول ها و مایعات استفاده می شود شما عکس هر دانشمند یا کسی را ببینید حتما با یه لولوی آزمایش میبینید خب بعد از لولوی آزمایش بریم سراغ لیوان آزمایشگاه به نظر شما من لیوان آزمایشگاه اینه بذارم از اینجا بردارم برم اینم بردارم برم ببینیم لیوان آزمایشگاه ما چی هست بله ولی ما این را به عنوان چی میشناسیم بچه ها لیوان آزمایشگاهی نمیشناسیم ما این را اگه گفتی به عنوان چه میشناسی ما به عنوان بشر میشناسیمش بشر نخونی بشر بله یا لیوان آزمایشگاه هم شیشه میسازنش هم پلاستیکی هم شیشه هم پلاستیکی ببین روش درجه بندی شده است مثلا این اگر قشنگ دقت کنی 250 سی سی یا 250 میلی لیتر هست یعنی شما تا اون خط بالایی پرش کنی یک چهارم لیتر داخلش مایه جای میگیرد چون یک لیتر میدونی که هزار میلی لیتر هست درسته؟ بله اینم آشنا شدیم خب بس ما بشه را هم شناختیم برای برداشتن مایعات استفاده میشه برای گرم کردن محلول استفاده میشه انتقال, ما... انتقال, مایات انتقال مایعات استفاده میشود که مخصوصا در انتقال مایعاتی مثل پرکاربوت مثل آب خیلی خیلی کاربرد دارد خب با اینم آشنا شدیم حالا بریم ببینیم که بذار اینم از اینجا برداریم بریم ببینیم وسیله بعدیمونو رو میخوایم چی بیاریم شما آشنا بشی از اینجا بله بریم اینم بیاریمش خب اگر دقت کنیم این یک وسیله هست که اسمش باید خوب بلد باشی ارلن خب ارلن این هم کاربرد بسیار بسیار زیادی تو آزمایشگاه داره ببین مخروطی شکل هست حالا بذار بنویسم اینجا مخروطی شکل هست بهش میگن چی؟ ارلن ارلن حواسم باشه که خب برای اینم باز برای گرم کردن محلول ها از بشر بهتره یعنی از این بهتره چرا؟ مخصوصا وقتی که محلول ها داغ بشن و بجوشن چون ارلن دهانه باریکتری داره از پاشیده شدنش به بیرون چی میشه؟ جلوگیری میشه این الان 100 میلی لیتری هست یا 100 سی سی هست که برابر با یک دهم لیتر است. یک دهم لیتر هست بس با ایرلن هم چی شدیم؟ آشنا شدیم اما بریم سراغ وسیله بعدی که باید بشناسیم قیف هست خب قیف هم اینجا داریم قیف هم برای صاف کردن محلول های اینا استفاده میشه قطعا مشخص اینا آوردم ببین داخلش کاغذ صافی هم هست به این میگن چی؟ قیف خب وسیله یا شیشه برای انتقال مایه ها با از ظرفی به ظرف دیگه که استفاده میشه یه زمانی برای صاف کردن هم داخلش این چی گذاشتن؟ کاغذ صافی گذاشتن استفاده میشود خب با اینم آشنا شدیم حالا نمیخوام خیلی فیلم برای طولانی بشه خسته کننده باشه بریم یه دونه حالا جالبشه ببینیم من بیام اینا رو چیکار کنم بله اینا رو انتقال بدم اینجا رو یه ذره خلوتش کنم خب بذار اینم ببرم از اینجا تو ببینش خب این قیفم بردارم از اینجا بریم سراغ چراغ گاز آزمایشگاه این چراغ گاز اینم چراغ الکلی هست یعنی اینه به گاز وصل میکنن سمت راستی را سمت چپیر الان من روشنشون میکنم کبریت دارم اینجا کبریت میزنم روشن میشه و شما میبینی که چقدر قشنگ هست درسته؟ خب حالا بیایم چیکار کنیم ببین نگاه کن من میام اینه روشنش کنم برای گرم کردن استفاده میشه دیگه مثلا شما الان یه دستگاه اینجا من میچینم فرض کن که بیا ببین الان من بیام سپایه فلزی هم بذارم زیر سپایه گذاشتمش اینم گذاشتم زیر سپایه درسته؟ الان میگی یکیش روشن کن بر اجازه نمیده دوتاشه روشن کنی با هم دیگه اینجا یعنی نمیتونی سپای بذاری روش این داره میگه میگه برای این ولی میتونی ازش چیکار کنی استفاده کنی یعنی بیام پای فلزی استفاده کنم اینی میگن سپای فلزی مثلا روی این سپای فلزی چی میتونیم من بذارم میتونم ارلم بذارم بشر بذارم ولی این پای فلزی را مثلا مثل بادون میبندمش این پای فلزی را بزرگتره خب حالا برم اینا رو روشن کنم اینا رو ببین قشنگ من بله کبریت بیاریم اینه روشن کنیم این الان روشن شد میتونیم باز دوباره کبریت بکشیم این یکی هم چی بشه روشن بشه یعنی چراغ گاز روشن کردم این چراغ الکلی سفیده اون چراغ گاز هست که به کجا متصل هست بعد میتونی مثلا شما یا اینجا چیکار کنی یک ارلن باشه بذاری روی این بله من میتونم ارلنمو رو داخلش هم چی بریزم مایه بریزم مثلا بیام این دفعه از این مایه بریزم مثال دارم بروم که نمیتونم بریزمش بجوشونم ولی مثال دارم میگم ببین الان داره بروم بخار میشه بخار قهوه ای بروم که بخار سمی این کار نمیکنی من فقط میخوام که تو بفهمی و بدونی به چه صورتی هست بله این آزمایشگاه خودمون رو داریم اینجا انجام آزمایش مثلا داریم انجام میدیم چراغ گاز و چراغ الکلی خودم رو, رو روشن کردم خب حالا من بیام اینا رو چیکار کنم اینجا را یه مقداری خلوتش کنم اگر بشه ریست لبش کنم بره دنبال کارش خب حالا بریم ببینیم که دیگه چه میخوایم آشنا بشیم بله این را نگاه کن یه وسیله ای هست که بهش میگن چی اینم خوب یاد بگیر اینه بردارم بیارم بهش میگن شیش ساعت دو شیش ساعت یه موقع مثلا ماده جامد اینا میریزم ولی بیشتر برای تبخیر چی استفاده میشه برای تبخیر سریع مایعات و محلول ها استفاده میکنن مایعات و محلول ها استفاده میکنن شیش ساعت حالا من بذارم مثلا داخل چی بریزم برم یه مقداری حالا ماده چی بریزم خوب جامت بریزم یه ذره مثلا پودر بریزم داخلش مثلا پودر نقره یه ذره بریزم داخلش بله پودر نقر کلوریت ریختم من نقر یودید ریختم که درست البته اینجا به شرط این گذاشته که واکنش انجام میده تجزیه میشه به نقره و یود حالا فعلا این رو کار نداریم به آزمایش نمیخوام انجام بدم اما بریم با وسیله دیگه ای که باز اینجا آزمایشگاه خلوت کنیم بریم وسیله دیگه ای که باید آشنا بشیم باز اینجا جامونده باشه بالون هست به احتیاط بدم ما بالون ها رو دو جور داریم تهساف داریم و تهگرد داریم تحصاف و تهگرد تحصاف میتونی روی سپایه بذاری تهگرده باید توی بله این هم بالون تهگرد ما هست درست البته اینجا وایستاده ولی بالون منظور چیه؟ تهگرد و بالون تحصاف هست که از بالون ها هم برای چی استفاده میکنن؟ برای جوشاندن تختیر مایعات جوشاندن خب تقطیر مایعات از اینا برای این کارهای مختلف تعیین چگالی استفاده میشه البته ما کدومش بیشتر ته صافش را چون منظم یک نواخ میشه و ته گردش میکنم ته برای نگهداری مواد بیشتر و سوشاندن تقدیر مایعات شد بالون ته گرد خب برای نگهداری محلول ها درسته از بالون چی؟ تحصاف استفاده میکنیم که بتونیم راحت در قفسه آزمایشگاهمون قرار بدیم خب تا حدی با اینا آشنا شدیم باید نگاه کنم ببینم چه چیزی را یادم رفته برات نگفته باشم بله یکی از وسیله های دیگه که باید برات آشنا کنم و تو خوب یاد بگیری کپسول چینی هست اینو میگن کپسول چینی که برای چی استفاده میشه؟ برای تبخیر سری زوب کردن مواد هم استفاده میشه چون مقاومتش چیه خب اسم این شد چی کپسول چینی کپسول چی چینی کپسول چی چینی بله خب این شد کپسول چینی همونی که اینجا داره میبینی این کپسول چینی هست این هم که بالون شدن اینا دیگه درسته این شد بالون ته تهگرد و تهصاف حالا هرچند اینجا وایستاده فرض کنیم که تهگرد هست با این آشنا شدیم شما میتونی مثلا در داخل این بیای چیکار کنی باز مواد بریزی خب حالا تا حدی سپای فلزی و چوب پنبه و این لوله آزمایش من بیارم اینجا و مثلا چوب پنبه رو میتونی بذاری در لوله آزمایشت ازش چیکار کنی استفاده کنی بعد اینجا هم دستگاه پی اچ متر هست دماسنج هست همزن شیشه هست برای به هم زدن مواد استفاده میشه حالا تا حدی که تونستم اینجا خواستم مختصرا آشنا شده باشی اگر قشنگ بود سعی میکنم بیشتر آزمایش های شیمی رو هم در این سطح مجازی که مرتبط هستم برات انجام بدم خیلی خوب یاد بگیری خدا نگهدار لطفا لایک کردن و کامنت دادن هم یادت نره امیدوارم استفاده کرده باشی